خیلی خوبه. دارم چی کار میکنم؟ اومدم، شیراتونم آوردم. زود باشین ساندویچاتون رو بخوریم، براتون پر سوسیس کردم. مامان میشه تلویزیون رو روشن کنم؟ الان کارتون شروع میشه. آره راست میگی، الان کارتون داره. اما شما دیشب هیچ نخوابیدین، بیدار موندین. الان کارتون نبینین بهتره. خب ساندویچ خیلی خوشمزه شده، دستتون درد نکنه. نوش جون جرل خوشگلم، هر موقع خواستی برات درست میکنم. زود باش بوسه جون لقمتو بخور دیگه. ما ساندویچ سوسیس نمیتونیم بخوریم. ها مام همیشه سوسیس نداریم، اینم شانسی بود. ها نوش جونت عزیزم بخور. نه ما همیشه داریم، اما بابام همه رو میخوره، به ما هیچ نمیرسه. جواب تو گرفتی؟ وا مگه میشه همچین چیزی؟ خودم با بابات صحبت میکنم سوسیسا رو همه رو تموم نکنه. حالا زود باش مامان بخور. بزرگ میدونی من جرن قراره بریم خونه اونا بمونیم. من به باباش میگم، نگران نباش. دخالت نکن زشته. بچه تو ساکت شو. وا رضا صبحونه آماده است. ببین نظمیه برای بچه ها سوسیس درست کرده، اگه تو هم میخوای آماده کنه. نه نمیخوام مامان، ممنون. میرم قهوه خونه یه چیزی میخورم. ارکوت هنوز بیدار نشده؟ اون صبح زود از خونه رفت. رفت چه خیاطی؟ خیاط که ساعت 9 باز میکنه. ها منم همینو گفتم، انگار چند تا تیکه لباس داده خیاطی، گفته فردا تحویلت میدم، رفته اونا رو بگیر. اون تو خیاطی چی کار داره؟ وای ارکوت جون این چه تیپیه، مثل شاخه اینستاگرام شدی. ارکوت سابق فراموش کنه عزیزان من، یه ارکوت جدید جلتون باسته. هان که اینطور، به اون ارکوت جدید بگو با کفش روی فرشای من قدم نذاره، برای من مود جدید درست نکنه، برو درش بیار. با مامان جون چی میگی تو؟ دم در پوشیدمه، زیر کفشام هم ترتمیزه، پوشیدم که به شما نشون بدم. بهتره تا کاری دست کسی ندادم، هر چه زودتر برم قهوه خونه. ببین آقا ارکوت، دعا کن بچه‌ها اینجا بودن. ببین جاری هی کر میریزی، ببین اعصاب منو به هم نریز. ببینم بیچاره. واه خدا بگم چی کارتون کنه؟ خجالت بکش بابا، خجالت بکش. منو چرا نگاه میکنین؟ مگه توی محله فقط اسم من ارکوته؟ بیا بیرون ببینم ارکوت. صدای قدیره، باز دوباره چی شده؟ هرچی از درد سر فرار میکنم درد سر میاد دنبالم. داداش این بار واقعا به من ربطی نداره. الان معلوم میشه، را بیافت بریم. بچه ها شما صبونتون رو بخونین، بلند نشین. آره شما اینجا بشینین. ارکوت، ارکوت بیا به تو. داداش قدیر خیر باشه. بابا تو عادت نداری در بزنی، چرا همیشه با داد و بیداد میای خونه ما؟ ببینی ارکوت پدر سوخته رو ببینی، همه چیزمو گرفته، اما عرقگیرمو فراموش کرده. اونا رو آوردم، اینا رو هم بیا بگیر. بگیر اینا رو براتون آوردم. معلوم نیست تمیزه یا نه. کثیف. اینم بگیر. بگیر بپوش. داداش قدیر چیکار می‌کنی؟ کارت خیلی زشته. داداش قدیر مزه رضا خودت چیکار می‌کنی؟ چی زشته رضا؟ مگه دیگه زشت معنی داره؟ با
بابا وایسا، اونا بستتون نمیشه. هاپ هاپ بگیر اینارم بهتون میگم. چیکار میکنی؟ بگیر بگیر اینارم چیکار میکنی؟ داداش داری چیکار میکنی تو؟ برو فرار کن و یه رو با دستای خودم میکشم. اینارم میخوام در بیارم. یکی اینو بگیره. چقدر سردم شد. صبح بخیر. چقدر ذوق تبلیغات شامپو داشتی، از حالا آماده شدی؟ در ضمن مگه تبلیغات جوراب شلواریه چرا اون لباسا رو پوشیدی؟ چرا به هم نمیاد، امروز شلوارک پوشیدم. کرم جون فیلم برداری ساعت 11، گفتم قبل از اون یه سر برم شکل. فکر خوبی کردی آفرین. این حواسای زود گذرن، اما کار همیشگیه. خواستی بری بهم خبر بده، تو شرکت ممکنه بهت نیاز داشته باشیم. کار تو عقب ننداز، قدر کار تو بدون. بیمه ای، غذات آماده است، تعطیلات تو داری. میفهمی؟ عایشه عایشه دختر چطوری دختر؟ خواهر خوشکلم. داداش جون تو شرکتی میشه داد نزنی؟ چطور شدم؟ این چه تیپیه زدی؟ من به این تیپ میگم تیپ قلنشکن، هر کی ببینه دوباره بر میگرد تق تق. تو نظرت چیه کرم؟ چی بگم ارکوت؟ حرفی برای گفتم پیدا نمی کنم. راستش قلنج گردن منم شکست. یه دونه داداش، یه دونه به خدا. بعض شما نباشه میخوام یه کاری انجام بدم، کارای کوچیک زندگی رو قشنگتر کنه. ای کرم عزیزم تو خیلی کار داری، میخوای تو برو بعدن میبینمت. برو عزیزم. میبینم بعدن بهت سر میزنم. داداش من تو چرا هنوز وسط شرکت داری با داد و بیداد حرف میزنی؟ در زمین چه لباسی پوشیدی؟ اینجوری میخوای برای همه چای ببری؟ چیه دختر جون کرم که عاشقش شد، مگه نه دیگه قلنج گردنش شکست. میگم زیادی خوش تیپ شدم مگه نه؟ تیپم خیلی عالی شده، نظر چیه ها؟ آی داداش، آی با این کفشاتم آخرشی، تکمیل تکمیل شد. از این به بعد همینه عایشه جون. داداش همه باید به این تیپ عادت کنن. آره بگذریم، من میرم پیش جیدا، وقتی چایش رسیده ببرم سرد نشه. وایسا ببینم تو چرا به جیدا خانم میگی جیدا؟ اولش میگفتم جیدا خانم، اما خودش بهم گفت بگو جیدا. راستش میدونی به عصبانیتش نگاه نکن، دختر خیلی خوبیه به خدا. بعدا میبینم. تو چت شده؟ اصلا نپرس داداش، اوضاع خرابه. چی شده؟ داداش فکرم خیلی مشغوله، اصلا داغون شدم. بگو ببینم. گفتم یکم سرگرم میشم بعدش ول میکنم، اما نشد. قنچه رو داری میگی؟ مگه بهت نگفتم مواظب باش؟ ببین این دختره فرق داره، فیلمی که همیشه من بازی میکردم اون بازی کرد. قسم میخورم این باد از کنارم رد شد. خدای من داداش ما رو ببین، تحت تأثیر قرار گرفته. به خدا از فکرم بیرون نمیاد، اما به تو اعتماد دارم داداش. لطفا منو بکش بیرون، از این وضعیت نجاتم بده. من از این به بعد نمیخوام عاشق بشم. چی بگم داداش؟ انقدر خودت اذیت نکن. چی؟ به هر حال اینم جزی از احساسات آدمیزاده. شاید ما سالهاست با این طرز فکر داشتیم اشتباه میکردیم. فکر کن داداش چی میگی؟ من اومدم اینجا که منو نجات بدی، تو منو داری میندازی تو پرتگاه. درسته، شایدم راه درست اینه، وقتش رسیده که بیفتی تو پرتگاه. به خاطر خودت میگم، بعد برداشت نکن، اینا رو به خاطر خودت دارم میگم. تو وقت پرت شدنت رسیده، شایدم راه درست همینه. ها تو دیگه کی هستی؟ از کرم برو بیرون. داداش مگه من بدی تو رو میخوام؟ خب نه نمیخوای، اما پس اون موقع که بهت میگم زیاد سخت نگیر، برای یه بار ویلکوم ببین چی میشه، نظارگر باش ها. ببین خیلی به نظرم عجیب میای، اصلا مثل کرمی که میشناختم نیستی، احساس میکنم با یکی دیگه دارم حرف میزنم. خب ممکنه داداش، زندگی میکنیم، بزرگ میشیم، چیزاییو میبینیم که تا الان نمیدیدیم، متفاوت تر میبینیم. شایدم دیگه وقتشه به اتفاقا متفاوت تر نگاه کنیم، شایدم وقتش رسیده که قبول کنی. از من کمک خواستی، قشنگترین چیزی که میتونم بهت بگم همینه، جسور باش، فرار نکن،
فرار نکن، ببین زندگی کن، ببین چی میشه، از این بدتر چی میخواد بشه. تو سبد 20% تخفیف بذارین. خب چشم جیده خانم. آه آیشه سلام. سلام جیدا، تو قصدت از این کارا چیه؟ موضوع چیه؟ موضوع داداشمه. فهمیدم. ببین اولا یکم باهات بد برخورد کردم، حق داری، حتی بعدش هم یکم زیاده رویم کردم، اما بالاخره فهمیدم که رفتارم اشتباهه و درستش کردم، عوض شدم. خودت هم اینو میدونی، مخصوصا با داداشتم خوب برخورد میکنم. شاید دلیلش اینه که عذاب وجدان دارم و میخوام جبران کنم، اما داداشت واقعا کارشو خوب داره انجام میده. چاییاش خیلی خوشمزه است، یعنی همونطور که میبینی کل جریان همینه. جیدا بین ما اتفاقای زیادی افتاد، هم دیگه رو گول نزنیم. آخرش هم کرم ترجیح داد که باورت کنه، اما خیلی میبخشی یا من نمیتونم باورت کنم، به نظرم صادق نیستی. اما اگه واقعا صادقی برای باور کردنش به زمان نیاز دارم، تا اون موقع هم حواسم بهت هست، مواظب خودت باش. روک حرفاتو زدی اما من از این حرفا خیلی خسته شدم. من نمیتونم تصمیم بگیرم که تو چطوری فکر کنی، هر طور که راحتی. کرم من دارم میرم، گفتم بهت خبر بدم. وایسا فکر کنم. باشه میتونی بری. در ضمن من از تو اجازه نگرفتم، خبر دادم. تا زمانی که اینجا کار میکنی باید اجازه بگیری خانم. خانما باشه، قبول، حق با توه. منم میام. تو هم میخوای بیای؟ بله. تو چرا میای؟ دیوونه شدی؟ من باید بیام سناریو و محیط و شرایط کاری تو حتما چک کنم. بالاخره تو یه ایگیتلر هستی، خانوادم یه برند حساب میشه. میدونی که دارم راجع به چی حرف میزنم. خب بچه ها فقط 15 دقیقه وقت دارین. البته تو سناریو چیزی نیست که بخواد شما رو اذیت کنه، خیلی با دقت خوندمش. لطفا به خودتون نگیرین سرپیل خانم، باید بخونمش. بله میفهمم، مشکلی که نداره آقا کرم، به جز چند تا غلط املایی. نه بله چیزی نیست. با اجازتون لطفاً اگه آقا کرم چیزی خواستن یاد داشت کن. سلام، خوش اومدید، حالتون چطوره؟ منم خوبم، خیلی ممنون. همه کی سر حالی؟ این اینجا چی کار میکنه؟ همه چی رو به راهه؟ باش عالی. آیشه الان داره برای فیلم برداری آماده میشه، خواستم ازت تشکر. این چه حرفیه؟ من فقط خوبیش رو میخواستم، خیلی از این کارا خوشش میومد. واقعا اصلا نشون نمیده. آره، اما قولی که به من دادی و فراموش نکنی. هیچ کس نباید بدونه من این کارو کردم، یعنی اگه بشنوه ممکنه غرورش جریحه داشت. نه نه امکان نداره. ضمناً برای فصل جدید یه نقشی توی سریال بهش بدی خیلی خوب میشه، چون بزرگترین آرزوش بازیگری. باشه جیدا جون، بذار این کار تموم بشه ببینم چی میشه. نگران نباش، به نظرم خیلی خوب میشه. میبینمت. هم.
خیلی ممنون. این جوشوندنی تو دمای 60 درجه دم کردم. دم نوش کولومبیایی. خیلی خوب شده. دستت درد نکنه ارکوت. نوش جونتون. جای داد دیگه مزاحم کارت نمیشم. میبینمت. کرم؟ کرم؟ آه گیزم خانم من این دختر رو یه جای دیده بودم. چه سورپرایز قشنگی. آره خیلی خوشگل شدی. خیلی ممنون سرپل خانم. پس اگر آماده این تا 3 دقیقه دیگه شروع کنیم. حاضرم. پس بفرمایید لطفاً. خیلی وقت بهتون نگاه میکنم. خیلی برام آشناین اما به جا نمیارم. بینمون اتفاق جالبی نیفتاد. من به کارگاه کرم حمله کرده بودم. عزیزم چیزی نمیخوای؟ همه چی رو به راهه؟ آه گیزم من ازدواج کردم. بهت نگفتم؟ کرم راحت باش. لزومی نداره بترسی. من روزای تلخ و پشت سر گذاشتم. یعنی میشه گفت از قبلم بهترم. دارم کارم رو انجام میدم. مشکلی نیست. خوشحالم که اینا رو میشنوم. جدی میگم. راستش از کرم عصبانی نیستم. توی روزای سخت به آینه نگاه کردم و از خودم پرسیدم تقصیر کی بود. اگه به این سوال جواب نمیدادم بازم از این بلاها سرم میومد. من فکر میکنم جوابشو پیدا کردم. خیلی کار خوبی کردی. عالیه. جوابی که به خودت دادی چی بود؟ از خودم اینو پرسیدم. تقصیر کسیه که شکار میکنه یا شکار میشه؟ یعنی کسی که گول میزنه یا کسی که گول میخوره؟ با اینکه سخت بود اما جوابشو پیدا کرد. مقصر دونستن تو راحت بود. اینجوری مسئولیت رو مینداختم گردن یکی. کسی هم نمیتونست ایراد بگیره. اما این کار خیلی اشتباه بود. با خودم گفتم ماهی ها شنا میکنن، گنجشگا میپرن، آدم هایی مثل کرم هم اینجوری هن دیگه. یعنی قصدشون فقط بدی نیست. ببین طبیعت تو اینه، اخلاقت، رفتارت. یعنی اون لحظه واقعا باور میکنی که کسی رو میخوای، عاشقشی. خب وقتی که اینجوری به اتفاقا نگاه کردم خودم رو مقصر دونستم. میشه گفت اینجوری شد که زندگیم سر و سامون گرفت. آره خیلی سختی کشیدم اما زودم روشن شدم. مهمترینش اینه که دیگه هیچ وقت هیچ وقت هیچ بلایی سرم نمیاد. اگرم بیاد مسئولیتش رو گردن کسی دیگه ای نمیدازم. همین. واقعا ببخشید اگه مزاحم شدم. نه خواهش میکنم. اگه چیزی نیاز داشتی من اینجا. اگه به چیزی نیاز داشتی منم اینجا. قیش خانم میخواییم شروع کنیم. بفرمایید. گریه نمی کنم. گریه نمی کنم. آقا کرم شبتون بخیر. عایشه خانم شبتون بخیر. بازی فیلم تبلیغاتی خیلی سخت بود. یکم خسته شدم. اما همه خوشحال بودن. معلومه که استعدادشو داری.
از این به بعد پیشنهاد پشت پیشنهاد آیشه خانم. فکر کردی انقدر خنگم که توقع دارم با بازی توی فیلم تبلیغاتی برم اسکار بگیرم؟ اما اینکه تو چی فکر میکنی و نمیدونم. تو خسته نمیشی؟ این وقت شبم داری به متلک میندازی، در صورت که من داشتم ازت تعریف میکردم. خیلی عجیبی. کرم حوصله کلکل ندارم، هر کاری میکنی بکن، نمیخوام بحث کنم. آیشه خانم، هم آژانس تبلیغاتی و هم مشتریمون خیلی ازتون راضی بودن. گفتم تا نرفتین اینا رو بهتون بگم. خب خدا رو شکر از عهدش بر اومدم، خوشحال شدم. بله بله، همه خیلی خوشحالن. گفتن خیلی تصمیم درستی گرفتن، یعنی این کار ادامه داره. عایشه خانم خیلی خستن، بهتره فردا در این مورد حرف بزنیم اگه اشکالی نداره. بله حق با شماست، بعدن حرف میزنیم. شبتون بخیر. شبتون بخیر سرفیل خانم. شبتون بخیر آقا کرم. شبتون بخیر. میگم کرم، تو مثلا مدیری، در این حال چهره معروف و شناخته شده ای هستی، درسته؟ نمیخوام فکر کنم تو به این موقعیت کوچیک من حسودیت شده. گفتم بره، چون نمیخواستم بیشتر از این دیر بشه. در ضمن توجهمو جلب کرد، تو حلقتو اونجا جا گذاشتی؟ اگه اینطوری سری بریم برداریم. نه، تو کیفمه. عایشه خانم چی شد؟ شما که اصرار داشتی درش نیاریم. آره اصرار داشتم دستمون باشه، چون نمیخواستم مشکلی پیش بیاد، بقیه بد برداشت نکنن، نمیخواستم بهمون شک کنن. در ضمن برای این اصرار میکردم دستت کنی، چون نمیخواستم یادمون بره و پیش خانوادمون مشکل پیش بیاد. در ضمن تو که اصلا خوشت نمیومد حلقه دستت کنی. چی شد یهو؟ نمیخوام دوباره گم کنی و بیای گریه کنی که حلقمو میخوام، حلقمو میخوام. برای همین گفتم بعدش من باید بیفتم دنبالش. نمیخوام، من بهت گفتم برام حلقه بخری، نمیافتادی دنبالش. بگذریم، این وقت شب اصلا حوصله بحث ندارم. اول تو رو میرسونم خونه، بعدش میرم خونه ولکانینا باش قرار دارم. باشه هر کاری میکنی بکن، در ضمن مجبور نیستی اینا رو بهم توضیح بدی. نه مجبور نیستم. بله حالا باید حلقت رو دستت کنی ببینم. حلقه دستت درد نکنه، زحمت شد. چه حرفیه، وظیفه‌مونه. خب پس بهت خوش بگذره شریک. تو هم خوب بخوابی شریک. معلوم نیست بازم قراره بره دل کیا رو بشکنه. ببین ببین چقدر خوشحاله که بابت حلقه بهم تیکه انداخته. خب نمیخوای پیاده شی؟ چرا پیاده میشم، ماشینتو نخوردم. این کارو نکن آیشه، کم مونده عاشقش بشی. اعتراف کن که کم مونده تو دامش بیفتی. اون خوابا چی بود دیدی آخه؟ شبیه فیلمای کمدی بود. واقعا اون خوابا چی بود دیدم؟ خب دیگه وقتی که همش بغل هم باشین و به هم بچسبین، آدم بخواد نخواد ناخودآگاه خوشش میاد. قبول کن، باید قبول کنی. چیزی نشده که بخوام قبول کنم. قبول کن تو خوشت اومده. باشه داداش، اما اسمش خوش اومدن نیست، بهتره بگیم یکم جوگیر شدم، آخه بالاخره همش بغل همین. خب داداش منم یه مرد جوون و سالمیم. خب دخترم که حرف نداره. بعد میگم نه، در اون مورد باید موافقم. دختره خیلی جیگره. اما پس حرف دلت چی؟ اونو چی کارش کنیم؟ کاری باش نداریم، چون همچین چیزی نیست. لطفاً کاری به کلمه‌های صرفی و پنج حرفی نداشته باشیم. همچین چیزی نبوده و نیست و نخواهد. دختر اینو تو مغزت فرو کن. این کرم یه جونور یه که نقاب فرشته زده. نقش پرنس سوار بر اسب بازی میکنه تا چیزی که میخواد به دست بیاره. بعدن مثل عروسک باهات بازی میکنه و میندازت دور. جونور. کرم جونور صفت. به هر حال تو تصمیم درستو گرفتی. الانم برو خونه ولکان و جعبه سیاهو باز کن.
جعبه سیاه؟ یعنی وضعیت اینقدر وخیمه؟ بله که وخیمه. الان باید بری و جعبه سیاه رو باز کنی. باشه باشه، جعبه سیاه رو باز میکنم. داداش چی شده این وقت شب؟ چیزی شده؟ بیا تو بیا تو. آره شده، وضعیت قرمزه. جعبه سیاه رو باز میکنیم. جعبه رو؟ نه خیر، نه خیر، این ریسکو نمی کنم. برای اینکه تو تله نیفتم باید همیشه یادم بیارم که کرم واقعا چطور آدمیه. باید چهره واقعی اونو برای همیشه تو ذهنم حک کنم. آره چیز دندونگیری لازم دارم. دفتر خوبه. آخه چی شد یه یادش افتادی؟ چند سال اینجاست؟ تو اینو یادت رفته بود؟ داداش نه بابا، مگه میشه فراموش کنم؟ حتی یادمه که این جعبه رو کی درست کردی؟ سال اول دانشگاه بود. آره آره، تو از این دختر کتک خورده بودی. آره تو هم بگذاریم، نمیخواد یادآوری کنم. آه نه اصلا، ضربه بدی خورده بودی. آره بد بود، خیلی بد بود. مگه میشه یادم بره؟ اما اون روز چی گفتی؟ دیگه هیچ وقت نمیذاریم کسی دلمونو بشکنه. برادر خونی شدی، بعدش هم این جعبه رو درست کرد. آره برای وضعیت استرالی، برای اینکه اذیت نشی. آره یه تیکه مود بلند بود. تو هم خط چشم کشیدی. اما یه دقیقه داداش، تو امروز یه چیز دیگه میگفتی، حرفای دیگه ای زدی، گفتی ولش کنم سخت نگیرم، گفتی شاید به تنها چیزی که نیاز داریم همین باشه. حق با توه، برای همینم اومدم اینجا. اون موقع عقل تو کلم نبود، یهو به خودم اومدم گفتم دارم داداشمو میندازم تو آتیش، دویدم که نجاتت بدم. جدی میگی؟ یعنی همه اون حرفایی که زدی و پس بگیری؟ کاش زبونم لال میشد اون حرفا رو بهت نمیزدم، اما خدا رو شکر سری به خودم اومدم. داداش این آخریا خیلی سست و بیحال شدی. راست میگی؟ آره داداش دقیقا، برای همین الان وقتشه جعبه رو باز کنیم. وقت رو در رو شدنه، وقتشه به صدای کودک درونمون گوش بدیم. حاضری؟ حاضرم. ببین لیستی که حاضر کرده بودیم هنوز روش. خب شروع میکنیم. لیستی باشه که همیشه دستم باشه، وقتی نگاش میکنم یادمون بیفتم. پس شروع کنیم. اول چی بنویسم؟ گزینه یک، چش چرونی. شبا باید بری گردش و خوشگذرونی و از هر گلی عسل بگیری. آیا به نظر شما در این مورد کمکاری به چشم میخوره؟ بگو. من یا تو؟ داداش چت شده؟ چیزی نیست. داداش یعنی چی چیزی نیست؟ تمام شب ساکت نشستی. منو ببین، از دختره خوشت نمیاد؟ الان فقط به یه چیزی نیاز دارم، یکم برم استراحت کنم، یا چه میدونم توی جای آروم زول بزنم به یه صف خالی. داداش من چرا؟ تو رو داریم تست میکنی. من هنوز قویم، همون جوری موندم. خودت گفتی داره از قنچه خوشم میاد. من گفتم؟ نه نه نگفتی. اینو بله میزنیم ولکان. حالا دروغکی هم که باشه من متحدم، دروغکی هم که باشه پدرم همش بالا سرمونه. اما تو خیلی سوده. داداش هیچی نشده، جواب بله اومد. کرم خوش قیافه، شایدم جذابه، اما اصلا لیاقت نداره عاشقش بشم. چون که یه کرم خودخواهه، حتی خودخواهترین آدمیه که تو دنیا دیدین. کرم فقط و فقط یا با دوستای دختره میری بیرون؟ با دوستاش یا خانوادش وقت میگذرونی کلا؟ نه با دوستاش نه با خانوادش آشنا نشده. مطمئنی؟ ببین خوب فکر. آره آره مطمئنم، من با هیچ کدومشون آشنا نشده. بجده یا تن اولان گملی که تن اولان، بجده یا تن اولان گملی که تن اولان، گیجه گلمه گندوز گل اروزدان قرکان اولان، امان شکر اولان یاندم بکار اولان. من اصلا ریس نمی کنم، اصلا نمیخوام ریس کنم. حتی اگه نصفش هم جواب داده باشی یعنی خطر وجود داره.
یعنی میگی جعبه رو باز کنیم؟ به تو فکر میکنم، برای همین از حق خودم میگذرم، روی اینم تیک میزنم. داداش باز کنیم. با هم دیگه. لپتاپ. چهار. مغروره. از خود راضیه. خیلی لوسش کردم. مغرور. آره دیگه، یلدا خانومم از گل کمتر بهش نگفته. هر چی خواسته رو با قاشق طلایی گذاشتن تو دهنش. برای همین مغرور شده. تو یه آدم از خود راضی و مغروری. شب خوش آیشه خانوم. شما میخوایید برید توی استخ؟ نه دارم درس میخونم، کنارش دارم چای میخورم، تو استخ نمیرم. راستش سیستم نظافت استخ خراب شده، دو روز دیگه میان تعمیر. الانم کلر زدن تا دو ساعت نباید استفاده بشه، یعنی هشدار دادن که بدنو اذیت میکنه. خیلی ممنون جانان، اما تو این هوا و این وقت شب یکم برای رفتن تو استخ. میفهمم میفهمم خانم، اونا اینجوری گفتن، منم خواستم بهتون اطلاع بدم. باشه باشه، خیلی ممنون. شب بخیر خانم، خدا نگهدار. شب بخیر. پنج، بی سلیقه. مثلا فکر میکنه آهنگایی که گوش میده خیلی قشنگه. ببین میخوام بزنم، خیلی هیجان انگیزه. ببین گوش بده، خوب گوش کنید. لحظه‌ای که دختر رو ترک می‌کنید، لحظه‌ای که از اون خوشتون اومده، اگه خوشتون اومده معشوق میشید، اگرم معشوق بشید دیر یا زود ازدواج می‌کنید. اما شما هیچ وقت ازدواج نمی‌کنید، چون ما نمی‌خوایم ازدواج کنیم هیچ وقت. ما می‌خوایم زندگی کنیم، بریم بگردیم و بدون حد و مرز خوش بگذرونیم، خیلی خوش بگذرونیم، به همین راحتی. بذارش متوجه شدی؟ و شعارمون اینه، این دنیا مال منه. ای وای ایست خیلی خوشگل شده. اصلا کوتاهش نمی کنم، منم میخوام این رو ببافم. خوبه؟ آره داداش اینجوری هست. ببینه داداش، انگار قبلنا خیلی عاقل تر بودیم، مگه نه؟ نه داداش، الان زندگی خیلی سخت‌تر شده. به هر حال ببین، از این به بعد باید به این ویدیو و این نصیحت رو دقت کنی. فهمیدی؟ نباید یادمون برسه. نه فهمیدی؟ نه فهمیدم.